بیا هم خلاق لاست تاسو له آریانا نړیوال شبکې څخه په ژوندۍ بڼه د سهار او ژوند خبرونه لیدونکي یاستې. گزارش بسیار زیبا از همین عزیز بود که در یکی از نمایشگاه های نقاشی رفته بود و از نقاشی های بسیار مقبول زیبایی که هنرمندان نقاش نقاشی کرده بودن بر ما شما عزیزان معلومات دادن. امیدوار هستم که شما هم با دیدن گزارش از همین افغان لذت برده باشین. با گفته مسئولین وزارت امور زنان، امروز متاسفانه به دلیل بلند بودن مصارف گزاف ازدواج در حدود 1 میلیون تن جوان نتانستند که اینا ازدواج بکنند و برخی از آگاهان هم میگن که مصارف بلند ازدواج به نحو خشونت علیه دخترها است. در قسمت برنامه هم میخواییم صحبت داشته باشیم با بانو رخشانه رضایی، فعال مدنی که در رابطه با تویانه نظریات خود را با ما شما شریک میسازند. خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. تویانه یکی از رواج‌های ناپسند که امروز در جامعه به شمار می‌رود. گرفتن تویانه در دین مقدس اسلام بالکل حرام هستند. متاسفانه این رواج‌های ناپسند که مثلا امروز در افغانستان بسیار اوج پیدا کردن، این باعث بدبختی چالش‌های دختر خانم‌ها شدن. خب اولا که در پسر و دختر که در سن بلوغ میرسه باید با همدیگر ازدواج نمایه و در ضمن تو مداخله فامیلی که مثلا در اینجا صورت میگیره بر اثر گرفتن تویانه که بسیار تویانه گزاف میگیرن که در توان امو پسر ان واقعا هستن. اینالی در شرایط کنونی شما میبینن که افغانستان مردم در چالش های اقتصادی روبرو هستن، اما متاسفانه فامیلای دختر که یک بسیار یک معیار بالا را که انتخاب میکنه جدا مثلا از گرفتن تویانه، مصارف های تالار هستند، مصارف هایی هستند که قیمت 4 لک 5 لک برای دختر ما مثلا طلا اینا تهیه کنن بگیرن. خب اینال شما میدانین، مردم ما میدانه که در توان هیچ پسری نیست، در توان هیچ خانواده نیست که از امین مصارف گزاف برای واقعا متاسفانه این مشکل هست که نه تنها در مرکز بلکه در نقاط دوردست کشور هم فعلا به گونه گسترده وجود داره. به نظر شما علت ها و دلایل مشخصه که این حالت را به وجود آورده و فامیلا بیشتر تقاضای پول بلند به نام تویانه از خانواده پسر میکنند در چی هست؟ خب یک از دلایل وندی که فامیل ها نمیتوانند که مثلا تشخیص بده که اینا گرفتن تویانه اینا گرفتن گله در دین مقدس اسلام حرام دانسته شده، چیزی که برای یک زن جواز داده شده، اینا تنها مهر یک زن هستند که اونا مرا دین مقدس اسلام برش جواز داده که حق مالیشان هسته. ولی ما ایرا تحلیل بیم میکنم که نبودن سواد در فامیل ها وجود دارن که سطح سواد امروزی در جامعه ما به سطح خیلی پایینی هستند. سیست که جوان ها امروز یک سری فضل خدا از دانشگاه ها فارغ هستند، از لیسانس و بخش های ماستر فارغ هستند. خب اینا به یک نتیجه رسیدن، اینا مطالعه کردن، اینا میفهمه که گرفتن تویانه، گرفتن گله در دین مقدس اسلام حرام هستند، چیزی که جواز برای زن داده شده و دین مقدس اسلام داده فقط مهر زن هستند که زن به هر زاویه که میتونه او را میتونه که انتخاب کنه. ولی متاسفانه از طرف فامیلا که اینا دچار همین مشکل میشه که یعنی باعثی که امی گله گرفتن گزاف، باعثی گرفتن تویانه گزاف، باعثی میشه که یعنی صدها تن از جوانای ما امو رقم بیمانه پس بخت نشوند. متاسفانه رخشانه رضایی، یکی از موارد را که بیشتر ما متوجه میشیم است که بعض خانواده ها بیشتر همچشمی میکنن همراه یک خانواده دیگر. مثلا یکی از فامیلا یک محفل بسیار بزرگ و باشکوه برگزار میکنن، زمانی که اینا متوجه میشن اینا هم خودشان تلاش میکنن که یک محفل بسیار بزرگتر نسبت به محفل که قبلا دیدن برگزار بکنن. به نظر شما چرا خانواده ها بیشتر همچشمی میکنن به نحو حسادت و رقابت در میانشان هست؟ خب اینمی عرف ناپسندی هستن که حسادت های ناگوار در خانواده ها با وجود آورده. یک فامیلی هستن که از توانش هست یا نیست شاید هم باشه ولی مصارف بی جا هستن. ما این رو جدا خواهش میکنیم که از این مصارف ها، از این گرفتن تویانه بی جا و جانب مقابل هم از این دادن تویانه بی جا خودداری نماین و در ضمن دیگه همون ذهنیت هایی هستن که از قبل در ذهن فامیل ها و خانواده ها با وجود آمده که یک فامیل دیگر اگر دختر خود با 4 لک متر
یک سه لگ دیگر تویانش را میگره، دو لگ دیگر مورد تالار مصرف میکنه. خب یک همسایه دیگرش از در ذهنش خلق میشه. خب دختر من یک فارغ از دانشگاه هستن، هیچ مشکلی نداره. خب دختر همسایه ما با یک قدر قیمت خواستگار شد و با یک قدر قیمت تالار گرفت و با یک قدر قیمت طلاق گرفت و خب بیا ما از بالاتر بگیرم. خب این بالکل یک فکر غلط است، این بالکل یک اندیشه غلط است که امسر روز در جامعه کنونی افغانستان اینه بسیار یک رواجی نگران کننده هستند، مخصوصا برای پسر بچه ها که هستند یعنی در توانش نیستند. شما میبینین که پسرها از دانشگاه ها فارغ میشه، از بخش لیسانس و ماستر نمیتونه که مثلا در یک جای شغل به دست بیاره که در برج 8009 درآمد داشته باشه. پس او پدری که در دهقانی مشغول هستند، یک نان بیگا سبای امو فامیل خود در میاره، پس او پدر چطور بیتنه که یک پنج لک تهیه کنه، پس انداز کنه که یک روسی خواستگاری کنه برای بچه خود که او در توانش دو لک مصارف تالارش باشه، یک 12 لک دیگر مهریش باشه، یک پولی انگفتی را فامیلش را قبول بیتنه. این مشکل های چالش هایی هستن که باعث بدبختی جوانای ما شده امروز. بله، یکی از مواردی که بیشتر معمول هست بخصوص در نقاط دوردست ازدواج های زیر سن هست، یا هم ازدواج هایی که به رضایت دختر نباشه. معمولا دخترهایی که زیر سن هستن، سن خانواده پوره نکردن، اونا بخت نگاه در میان در حالی که خودشان با خبر نیستن. به نظر شما در این قسمت ملا امامان و کسایی که در مساجد بیشتر تبلیغ میکنن چقدر مسئولیت دارن تا سطح آگاهی مردم را از لحاظ دینی بلند ببرن تا اونا دخترهای زیر سن را به ازدواج ندن؟ بله دقیقا باید در پاسخ شما گفت که این بسیار یک نگران کننده هست برای جامعه امروز، مخصوصا برای جوانای امروز که دخترای زیر سن 18 هستند. اینا بارها هم خرید فروش شدن با عنوان گله، هم دمی شرایط کنونی هم جریان داره که در ولایت های نقاط در گوشه کنار افغانستان با می شکل پیش میره. دخترای زیر سن هستند که اونا را با ازدواج میدهند، در ضمنی که از او بپرسن که آیا تو از جانب مقابل خواهش داری نداری، بدل تو هستی نیستن، او را چمپوتکایی امو پولی که سرخ سوزی که میبینه در مقابل امو پول ای دختر خود ازش نظرش رو نمیخوای گیره، فورا با ازدواج میدهن. خب طبعا یعنی باعث میشه که بسیار چالش ها و مشکلات های ونده با بار بیاین که دختر خانم ها وقتی که در خانه پسر برون طبعا که اونجا روزگار خوشی رو نمیبینه، چون که جانب مقابل بدلش نبودن، چون هم زیر سن هستن، سن قانون رو تکمیل نکردن. خب در اینجا بسیار چالش ها و مشکلات هایی به وجود میایه که امو دختر خانم با دچار مشکلات های روحی و روانی شوه. در ضمن ما شاهد خیلی همچو ناگوارهایی هم بودیم و در شرایط فعلی هم هستیم که حتی دست به خودکشی میزنه هزارون تن از دخترای ما، یعنی حالا در روبرو شدن و دست به خودکشی زدن. بله، در کنار از اینکه تعداد زیادشان خودکشی میکنن، آمار که در وزارت صحت عامه هم نشان میده میزان بلند مرگ میر هم در خانم هایی که زیر سن هستن و ازدواج میکنن بیشتر هست، و این نشان میده که ازدواج های زیر سن بر علاوه از اینکه سبب مرگ میر خانم ها میشه، در بخش خودکشی اونها هم میتونن رول داشته باشه که تعدادشان به خاطر از اینکه ناراحتی های روزگار را تحمل کردن نمیتونن، بالاخره مجبور میشن که راه خودکشی را انتخاب بکنن. دقیقاً، اینمی بدل دادن دختر خانم ها باعث میشه که اونا راه دیگر راه حلی به خود نمیبینه که میره اینمی راه خودکشی را در پیش رو راه حل میبینه، ولی اینم راه حل نیست برش. ولی امی در مقابل همو پول انگفت که امی دختر خانم ها معامله بین فامیل ها میشن، یعنی بسیار یک تکان دهنده هستن. واقع. خب دخترهایی که زیر سن ازدواج میکنن در بسیار مشکلات های روبرو میشن، مخصوصا در بخش های ولادتی اینا بسیار با مشکلات های روبرو میشه که شاید امو روحی خود دست بده، امو جرات توانایی خود دست بده، امو فکر و امو اندیشه که در مغز وجود داره امو را دست بده. خب باعث خیلی ناراحت های میشه که او امروز زندگی خود نمیتونه لذت ببره. یک دختر خانمی که در سن مثلا 17 ساله 16 ساله 15 ساله یا نهایتا 18 ساله باشن که او را خب با ازدواج
ازدواج میته و از لذت زندگی خود نمیفهمه. وقتی که در خانه جانب مقابل قرار میگیره، شاید سطح سواد جامعه امروزی هم پایین هست، در خانواده شاید بیفته که اونا از سطح سواد کافی برخوردار نباشه، جانب مقابل درک نتنه. خب این باعث میشه که او دختر مروحیش کوبیده شوه و روز تا روز امی روحیه و امی انگیزه ای که در وجود او هستن او از دست بده، دیگر روحی را برای نجات دادن خود نبینه جز این خود کشی. بالاخره هم به طرف افسردگی میره و از زندگی خود کاملا درسرد میشه. خب از دری قسمت از برنامه هم در رابطه با راه‌های حل و راهکارها از شما کوتاه بشنویم که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم بخصوص در قسمت ازدواج و مصارف هنگفت چی کارهایی باید صورت بگیره؟ خب یکی که باید ملای امام هایی که مثلا در مسجدها در دیگر روایت هایی که هستن بسیار نا تبلیغات و شایعه هایی دارن، خب ما این را تقاضا داریم که برای مردم امروزی ما بفهمند که ملای امام ها که در دین مقدس اسلام، ما پیشترم ذکر کردم حالا هم ذکر میکنم که یعنی گرفتن گله بالکل حرام هست. در گرفتن یک دو قرانی که جانب مقابل میگیره یعنی فرزندان خودت دچار همچ مشکلات نسازن. بهترین راه حلش به نظر ما اینمی هستن، اینمی به نظر میرسن که آگاهی برای جامعه امروز داده شوه، مخصوصا در سطح ولایت ها، یعنی یک کمپینی را اندازه شوه یا از طریق حقوق بشر یا از طریق ریاست امور زنان، از طریق اداره زیستلا، یعنی یک کمپاین شوه که آگاهی و ذهنیت امو فامل ها را تغییر بده، امو انگیزه که مثلا در مقابل گرفتن پول اونا داره در مقابل یک فرزند خود اون امور تغییر بده. خب یعنی ولی ملای امامان بسیار یک نقش کلیدی را داره در اینجا که یعنی در فامل ها را ذهنیت بده، چون اونا آگاهیت از دین بیشتر دارن، یعنی آگاهیت اونا بیشتر از ما هستن، اونا میفهمن، مردم هم بیشتر بالاشن اعتماد میکنن، مردم هم بیشتر بالای اونا اعتماد دارن. خب اینی یکی از نقش کلیدی که ملای امام ها میتوند که اگه انگیزه تغییر کنه در فامیل ها، در جامعه امروزی، در گوشه نقاطی افغانستان، یعنی باید ملای امام ها اینر تبلیغات کنه تا که مردم بالایش اعتماد داره، اعتماد کامل ترش حاصل شود. بسیار تشکر بانو رخشانه رضایی فعال مدنی از اینکه در برنامه صبح و زندگی تشریف آوردین و صحبت های بسیار خوبتان را در مورد تویانه با ما بیننده شریک ساختین. وقت خوش به شما.